سلام، این روزا فرق میکنه که در ایران باشی یا بیرون ایران. بالاخره مجبور شدی که تا یه حدی سیاسی باشی و منم در این راستا برای افزایش اطلاعات خودم تصمیم گرفتم که در مورد وضعیت اقتصاد، سیاست، جغرافیا، کیفیت زندگی مردم در کشورهای مختلف جهان یه سری تحقیق و مطالعه انجام بدم و به نظرم رسید که خیلی خوب میشه حالا این اطلاعاتی که به دست میارم و به صورت خلاصه برای شما هم در یک ویدیو بخوام به اشتراک بذارم. ایتالیا رو به عنوان اولین کشور انتخاب کردم و از داخل سایت هایی مثل ویکیپدیا و یه سری سایت هایی که سر آمار میدن در مورد کشور مختلف رنک میدن و اسناد معتبری هستن این اطلاعات رو جمع‌آوری کردم. این سایت ها رو داخل کپشن ویدیو میذارم، میتونید برید داخل اون سایت ها اگه اطلاعات بیشتری خواستید مطالعه کنید و میگم که اگر حالا نظرات من یا اطلاعاتی که من امروز داخل ویدیو بهتون میدم فکر میکنید اشتباهه، حتما برام توی کامنت بذارید که اگر اشتباهی بود بقیه متوجه بشن. مرسی. بچه ها، من مطالب رو کاملا اینجا نوشتم به صورت خلاصه و از روی این مطلبی که آماده کردم براتون میخونم. خب، کشور ایتالیا که اسمش به انگلیسی میشه ایتالی، با نام رسمی جمهوری ایتالیا به فارسی حالا، و اینم نقششه که میدونید شبیه چکمه است، بزرگترین چکمه دنیاست فکر کنم. کشور ایتالیا در قسمت جنوب اروپا واقع شده و پایتختش هم شهر تاریخی روم هست. واحد پولشون یورو، زبان رسمیشون هم ایتالیایی، جمعیتشون هم حدود 60 میلیون هست و دینشون هم 93.9% مسیحی هست. مساحت این کشور هم میشه حدود 301,340 کیلومتر مربع که حدودا میشه 1/5 ایران، یعنی فکر کنم اندازه استان فارس و فکر کنم سیستان بلوچستان باشه به چسبونی به هم دیگه. لیست جالب که در مورد کشور ایتالیا دیدم اینه که در همین خود کشور ایتالیا دو تا کشور دیگه وجود داره به اسم واتیکان و سان مارینو که داخل خود خاک ایتالیا قرار دارن و خیلی برام جالب بود و یه تیکه هم از ایتالیا داخل کشور سوئیس هست، مثل این که بهش میگن کامپیون دیتالیا. این خیلی برام جالب بود و اکثر کسایی که به ایتالیا مسافرت میکنن حتما میدونم که واتیکان رو حتما میرن، میگن که خیلی جالبه و منم دوست دارم که اگر فرصت بشه برم ایتالیا حتما به این کشور واتیکان هم سفر داشته باشم. بریم سراغ اقتصاد این کشور ایتالیا که من واقعا جذب خودش کرد. این کشور نهمین اقتصاد بزرگ جهان و سومین اقتصاد بزرگ اروپا به حساب میاد و اینکه این کشور عضو گروه 8 هست که البته الان به خاطر جنگ روسیه رو کلا از این گروه تعلیق کردن و شده اسمش تقریبا میشه گفت گروه 7، که این گروه برای این هست که کل این کشوری که حالا داخل این گروه هستن 65% اقتصاد جهان رو در دست دارن، برای همین بهشون میگن گروه 8 و فکر کنم G8 هم بهشون میگن. حالا بریم ببینیم داخل چه ناحیه‌ای اقتصادش فعالیت داره. اولیش در ناحیه صنایع وسیله نقلیه موتوری، ماشین و ابزارآلات، مواد غذایی، مد و لباس، مواد شیمیایی و پلاستیکی، جنگ افزار و سرامیک هست. البته بگم از بین این چیزایی که گفتم خیلی شما داخل ایران هم فکر کنم داریم دیگه، مقایسه کنیم بد نیست. دومش میشه مهمترین محصولات کشاورزی که مثل
گندم، ذرت، چغندر قند، برنج، انگور و زیتون. و از نظر تولیدات میوه های مثل هلو، کیوی، گلابی، ایتالیا رو به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان میوه در جهان میشناسن. یعنی این رو من میخونم، نمیدونم چرا یک چیزی در وجودم هرس میگیره، چون خاک این کشور یک پنجم ایرانه، بعد ولی از نظر تولیدات حالا کشاورزی و اینجور چیزا مخصوصا میوه تونسته به عنوان یکی از بزرگترین که تولید کننده ها شناخته بشه. اما ایران نمیتونم حرف بزنم. فکر کنید اگر ما مثلا همچین فرصتی داشته باشیم، آیا همچنان ایتالیا میتونه این موقعیت خودش حفظ کنه؟ جای تعجبه. این کشور از نظر تولید واین، همون شراب، هم میشه گفت که اولین رتبه رو در جهان داره. در زمینه گردشگری هم سالیانه حدود 65 میلیون توریست گردشگر وارد این کشور میشن. 65 میلیون گردشگر سالیانه وارد ایتالیا میشن. البته بگم خدایی ایتالیا خیلی قشنگه، شهرهای تاریخی خیلی زیادی داره. احساس میکنم که اگه ایرانم بخواد فرصت داشته باشه که برای گردشگرهای منطقه امن باشه و بتونه به کل دنیا چیزایی که داریم، مخصوصا از نظر تاریخی، فرهنگی، خوراکی، همه اینا رو ما به جهان معرفی کنیم، شاید بتونیم حداقل 30 تا 40 میلیون توریست وارد کشور رو بکنیم. حالا نمیگم 65 میلیون، ولی نزدیک به همون 30 تا 40 میلیون شاید بشه توریست وارد ایران کرد. و فکر کنید چه پولایی که نمیشه از این راه به دست آورد برای مردم و صنعت گردشگریمون. علت جمع شدن این همه گردشگر به سمت ایتالیا بیشتر به خاطر فرهنگ، غذاهای سنتی، تاریخ طولانی، فشن، معماری، هنر و طبیعت و سواحل و چشمه های آب گرم هست. من فکر کنم توی خود ایرانمونم، یعنی هیچ از این چیزهایی که گفته شو ما دست کمی نداریم واقعا، و خیلی زمینای زیادی هست برای گردشگری. خب تا اینجا در مورد اقتصاد ایتالیا براتون گفتم. درسته که این کشور نفت نداره، اما از طریق گردشگری، حالا تولیدات داخلی، کشاورزی و اینا تونسته این رتبه اقتصادیشو در جهان حفظ کنه. Boschi fitti e scuri, amaravamo Mussolini e va via il San Luca. بریم سراغ کیفیت زندگی در ایتالیا. میانگین درآمد سالیانه یک ایتالیایی بین 25 تا 30 هزار یورو هست که میشه معادل تقریبا 30 تا 32 هزار دلار در سال. و البته بگم حقوق کارمند ساده، یعنی کارمندی که داخل حالا ادارات کار میکنه، نزدیک به 50 هزار یورو در سال هست که خیلی حالا نسبتا بیشتره. یعنی فکر کنم اون 30 هزار تا تقریبا میانگین کل شغل رو هست، کارگری و حالا کارمند و بقیه حساب با هم دیگه. قیمت حالا خونه در ایتالیا براتون بگم که به صورت میانگین یک خونه 100 متری هزینش میشه نزدیک به 200 هزار یورو. در مورد هزینه زندگی داخل ایتالیا بهتون بگم که هزینه یک نفر میشه حدود 780 یورو بدون حالا اجاره خونه، و یک خانواده 4 نفره هم هزینه شون کلن میشه 2743 یورو تقریبا. حالا با این هزینه هایی که گفتم یه جنبندی بکنیم، مثلا یه نفر که 22 سالشه بعد از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل میشه و میره سر کار، به صورت میانگین حقوقش میشه تقریبا 50 هزار یورو در سال.
و خرجش هم همونطور که گفتم اگر ماهی بشه تقریبا 700 یورو برای خونه، اجاره خونه، و 800 یورو هم بقیه خرجاش باشه، تقریبا میشه ماهی 1500 یورو که سالیانه میشه تقریبا 18000 یورو. و فکر کنید مثلا اگر شما بخواید یه خونه بعدش بخرین، بعد از اینکه رفتین سر کار، ببینید چند سال طول میکشه. حالا من یه حساب کتاب بکنم. من اینو سرچ کردم داخل ایتالیا که معمولا کارم همینطوره که وقتی که شما میخواین خونه بخرید میتونید حدود 50-60% قیمت خونه رو وام بگیرید. کارم اینطوریه. گشتم ببینم آیا ایتالیا هم چطوره، که پیدا کردم که آره ایتالیا هم همینطوره، نزدیک به 50-60% قیمت خونه رو میشه شما وام بگیرید و بقیهش رو باید خودتون داشته باشید. حالا فکر کنید مثلا اگه شما بخواین یه خونه 300000 یورویی رو داخل ایتالیا بخرید، با اون حقوقی که دارید، گفتم با حقوق کارمندی، تقریبا حدود 5 سال به نظر من طول میکشه، من حساب کتاب کردم. و قیمت ماشین هم بگم که در ایتالیا نسبت بقیه کشور اروپا نسبتاً پایین تره، اینجوری که داخل حالا یک از سایت هایی که خوندم نوشته شده بود. و به صورت میانگین شما میخواین یه ماشین خوب بخرید، حدود 20000 یورو تا 30000 یورو احتیاج دارید. خب یعنی این که شما بعد از این که میرین سر کار، حدود یه سال مثلا کار کنید میتونید یه ماشین بخرید، بعد از 5-6 سال هم میتونید یه خونه خوب بخرید داخل مرکز شهر. به نظر من ایتالیا کلن از این لحاظ، چون اقتصادش هم یکی از اقتصاد بزرگ اروپا و جهانه، از لحاظ کیفیت زندگی هم برای مردمش واقعا خوب باشه. برای همین گشتم ببینم که حالا نظر مردم ایتالیا در مورد کشورشون چیه، تا اینکه یک سایت پیدا کردم که از مردم حالا کشور مختلف یه سری نظر سنجی انجام میده و کیفیت زندگی در هر کشور رو رنکینگ میکنه از نظر حالا چیزهای مختلف. و مردم ایتالیا نسبت به کشورشون نظرشون از 10 بود بین 6-7 بود. و خدایی به نظرم من اگه داخل ایتالیا زندگی میکردم نسبت به چیزایی که خوندم 9 میدادم به این کشور، نه حالا 6-7، ولی به صورت میانگین خوبه دیگه. لینک این سایتی که گفتم میذارم داخل کپشن، حتما برید ببینید. از نظر مختلف، مثلا از نظر خونه، ورک لایف بالانس، حالا چیزای دیگه نوشته شده که مثلا دونه دونه مثلا مردم رنکینگ کردن و اونا رو میتونید دقیق تر ببینید. مهم یعنی سیاست کشور ایتالیا، که ببینیم سیستمشون چطوری هست. ایتالیا نظام جمهوری پارلمانی داره. خب جمهوری پارلمانی یعنی چی؟ نظام پارلمانی یا مجلسی یک نوع حکومت مردم سالار هست که دموکراسی در اون برقرار میشه. حالا این لیست کشور جهان هست که میتونید از نظر حالا نظام سیاسیشون ببینید به چه صورت هست داخل هر منطقه ای. و داخل این لیست میشه دید که ایتالیا یک کشور پارلمانی هست. در نظام‌های پارلمانی معمولاً رئیس کشور و رئیس حالا دولت مجریه دو نفر متفاوت هستن، که حالا رئیس کشور میشه همون رئیس جمهور. و در ایتالیا هم رئیس جمهور که همون رئیس کشوره حدود 7 سال یک بار یعنی عوض میشه، انتخاب میشه. و کلاً این رئیس جمهور یک چیزی هست. خدا این رئیس جمهور هر 7 سال یک بار انتخاب میشه، اونم توسط یک جمع ملی متشکل از پارلمان و اعضای پارلمان‌های محلی که طبق قانون اساسی انتخاب شدن. و تقریبا نقشی حالا تشریفاتی داره این رئیس جمهورشون.
نخست وزیر دارن که توسط رئیس جمهور مأمور میشه که حالا اعضای دولت رو تشکیل بده و باید از مجلس رأی اعتماد بگیره. این مجلس حالا نمایندگان دارن، یه دونه مجلس سنا دارن. حالا براتون بگم، اول مجلس نمایندگان رو بگم که دارای 630 نفر نماینده هست که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشن در حالا از 20 استان این کشور ایتالیا، و ایتالیای مقیم خارج از کشور هم میتونن داخلش باشن. از این تعداد فکر کنم 12 نفر، آره 12 نماینده از سوی ایتالیای مقیم خارج انتخاب میشن. حداقل حالا شرط برای نامزد شدن برای این مجلس هم سن 25 سال هست. معمولا مجلس های کشور مختلف که حالا من داشتم در موردشون نگاه میکردم، حالا حداقل سنی که میتونه وارد شیم بالای 30-40 سال بود. این خیلی جالب بود که حالا این مجلس نمایندگان که 600 نفر حدودن داخلش هست، سن از 25 سال به بعد میشه داخل شرکت کرد و به نظرم خیلی خوبه، چون میتونه نماینده قشر جوان جامعه هم باشه. و هر 5 سال یک بار هم این اعضا انتخاباتشون برگزار میشه و عوض میشن. یه سری از اعضای مجلس سنا مادمون العمر هستن مثل رؤسای جمهوری قبلی. این جالب بود برام که رؤسای جمهوری قبلی که مثلا قبلا رئیس جمهور شدن همشون میرن تو مجلس سنا میشن، عضو مجلس و سناتور میشن، و به نظرم این خیلی خوبه چون خودشون تجربه خودشون رو میتونن به رئیس جمهور بعدی منتقل کنن و در حال امور کشور همچنان تاثیرگذار باشن. این خیلی برام جالب بود که 5 تا از سناتورهای حالا این مجلس سنا هم رئیس دولت حق داره از میان شهروندانی که در زمینهای اجتماعی، علمی، هنری، ادبی و اینا شخصیت برجسته‌ای دارن انتخاب کنن. و به نظر من این خیلی مهم بود، یعنی مهمترین قسمتش بود، چون این 5 نفری که مثلا الان از بین مردم بیشتر قبولیت دارن یا مردم بیشتر قبولشون دارن و خب رئیس جمهور انتخاب میکنه میذاره داخل مجلس، و به نظر من خیلی تاثیر میذاره داخل تصمیم گیری از نظر حالا مردم. Che briganti sono le faccia, ogni figliola s'appiccia, si lo vede passa. Una sigaretta mocca, una mandarina sacca, e se ne va smarciata per tutta la città, o sarà sì. خب بچه ها، این بود اطلاعاتی که من در مورد کشور ایتالیا جمع آوری کرده بودم. و کلن به نظرم ایتالیا کشور خوبی هست برای زندگی، از نظر اقتصادی هم پیشرفته هست و هم دموکراسی درش برقرار هست. و به نظر من با وجود این که در ناحیه مختلف صنعت فعال هست، به کارمند و کارگرای خیلی زیادی در ناحیه مختلف هم احتیاج داره. برای من سیستم سیاسیشون خیلی جالب بود. احساس میکنم که کلن این سیستم جوری ساخته شده که بتونه نماینده کل مردم باشه و مردم بتونن نظرشون رو در کارهای دولت، اقتصاد و اینا به خیلی خوب بیان کنن. به نظر من ایران ما هم پتانسیل‌های خیلی زیادی داره مثل ایتالیا از نظر گردشگری، صنایع، کشاورزی که بتونه خیلی پیشرفته تر از این چیزی که هست باشه، و امیدوارم که کشور ما هم بتونه همچین رتبه هایی به دست بیاره. دست این انتظار سناتور دیا نظر من بپوسم این طرف دنیا رادیو بیا از ایتالیا ایتالیا. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین و حتما هم برام توی کامنت بذارید که برای ویدیو بعدی چه کشوری دوست دارین براتون آماده کنم. خب خیلی دوستتون دارم مثل همیشه. خداحافظ.